سلام دوستان با یک ویدیو جدید دیگه در خدمتتون هستیم در دیگه روش های درمان سرطان پروستات رو بررسی خواهیم کرد اولین روش برای درمان سرطان پروستات جراحی پروستات هست جراحی پروستات در بیمارانی که توان جسمی کافی جهت تحمل جراحی را دارند از درمان سرطان پروستات به وسیله جراحی با توجه به نظر پزشک معالج استفاده می کنند. روش های جراحی سرطان پروستات طی سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. انواع جراحی پروستات عبارتند از رادیکال پروستاکتومی روشی است که در آن تمام پروستات بافت اطراف و ویزیکول سمینال برداشته می شوند. رادیکال پروستاکتومی به دو روش انجام می شود. رتروپوتیک پروستات پروستا است که در آن برش جراحی بر روی شکم زده می شود. حین عمل پروستاد ممکن است برخی قدرت لنفاوی ناحیه جهت بررسی خارج شود پرین آل پروستاکتومی در این روش برش جراحی بین مقد و کیسه بیزه زده می شود برداشتن قدرت لنفاوی اطراف پروستات هم متحمل است لنفاد نکتومی لگن در این روش جراحی قدرت لنفاوی لگن برداشته و با پاتولوژی ارسال می گردد پاتولوژیست نمونه ها را بررسی کرده در صورت قطعیت سرطان و انتشار وسیع ممکن است روشی غیر از جراحی انتخاب شود. برداشتن پرستاد از طریق مجاری ادراری در این روش جراحی از ابزاری به نام رسکوپسکوپ استفاده می شود. توسکوپ میلهی زریف و مجهز به ابزارک برش است. میله وارد مجاری شده و پروستات را خارج می‌نماید. این روش عمل در کسانی که مبتلا به بزرگی خوشخیم پروستات که مختصرا به BPH معروف هستند و بیمارانی که امکان جراحی وسیع وجود ندارد، به کار می‌رود. در اغلب مواقع جراح سعی می کند به اعصاب ناحیه آسیب وارد نکند تا بیمار بعد از بهبودی اختلالات نعوز نداشته باشد اما گاهی به دلیل نزدیک بودن تومور به اعصاب ناحیه امکان پذیر نیست دومین روش روش پرتودرمانی درمانی سرطان پروستات است درمان سرطان پروستات با اشعه درمانی امکان پذیره بعد از جراحی اشعه درمانی میتواند درمانی میتواند در انهدام سلول های سرطانی نقش به سزایی داشته باشد همچنین میتواند در متاستازی ها به استخوان که با درد همراه هستند نقش تسکینی داشته باشد البته اشعه درمانی در مردان میتواند با عوارضی چون کاهش قدرت نعوز، اسهال خستگی و مشکلات ادراری همراه باشد. روش سوم هورمون درمانی سرطان پرستاد یک روش درمان سرطان پروستات هورمون درمانی است. هورمون درمانی می تواند آهنگ رشد سلول های سرطانی را کاهش دهد و یکی از گزینه‌های درمان باشد. این روش درمانی تولید تستوسترون و سایر هرمون های مردانه را متوقف می کند. هرمون های مردانه رشد سلول های سرطانی پروستاد را تقویت می طریق چهارو شیمی درمانی سرطان پروست شیمی درمانی موجب نابودی سلول های سرطانی در تمام بدن می شود. بنابراین زمانی به کار می رود که سلول های سرطانی به سایر جاهای بدن منتشر شدند و سرطان پروستات به هورمون درمانی پاسخ نداده باشد اغلب شیمی درمانی داخل وریدی تجویز می شوند فرایند درمان با توجه به وسعت سرطان 3 تا 6 ماه طول می کشد عوارز جانبی شیمی درمانی سرطان پروستات عبارتند از تهوع و استفراغ خستگی و زخم دهان روش پنجم روش کرایورتاپی هست که در درمان سرطان پروستات تاثیر به سزایی داره در کرایوتراپی سلول های سرطانی به صورت موضعی و با سرمایه زیاد نابود می شون. از کرایوتراپی کمتر در, در درمان سرطان پروستاد استفاده می شون. چون هنوز کارآمدیش در طولانی مدت اثبات نشده است. البته این روش مزایایی هم دارد از جمله دوره بهبودی کوتاهتری دارد و از آنجایی که این روش موجب آسیب اعصاب ناحیه هم می شود 80 درصد از مردان بعد از کرایوتراپی دچار کاهش میل جنسی می شوند همچنین می تواند به طور موقت موجب سوزش و حساسیت مثانه و روده شود طریق ششم بیولوژیک درمانی درمان بیولوژیک در واقع ارتقاء سیستم ایمنی بیمار جهت مبارزه با سلول های سرطانی است در این روش درمانی موادی که توسط بدن یا آزمایشگاه ساخته می شود جهت ارتقا و بازسازی سیستم دوزی سیستم دفاع طبیعی بدن به کار می رود. یکی از درمانهای بیولوژی مؤثر در سرطان پروستات پیشرفته شناخته شده و داروی سیپولسل تا سه بار در ماه تجویز می شود. عوارض جانبی این روش عبارتند از خستگی، تهوع و تب. و آخرین روش روش هفتم بیس فسفونات درمانی است داروهای بیس فسفونات درمانی زمانی به کار می روند که سرطان پروستاد به استخوان متاستاز گسترش پیدا کرده این گروه از داروها موجب کاهش اثرات تخریبی سرطان بر بافت‌های استخوان شود همچنین مردانی که به دلیل سرطان پروستات تحت هورمون درمانی که نوعی آنتی آندروژن درمانیست قرار گرفته اند در مرض پوکی در چنین بیمارانی داروهای گروه بیس فوسفونات خطر شکستگی استخوان را کاهش می دهد. مطالعات بالنی نشان داده است داروهای این گروه در کاهش رشد سرطان پرستاد متاستاش به استخوان مؤثرتر هستند. دوستان از شما تشکر میکنیم که در این ویدیو با ما بودید امیدواریم روش های درمان سرطان پروستات رو که در این ویدیو بررسی کردیم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه از شما تشکر میکنیم که ویدیو ما را تماشا کردید لطفا ما را سابسکرایب کنید و همینطور ما رو به دوستانتان معرفی کنید